هفت، طبق اخبار رسیده از درون رژیم، آخرین هماهنگی ها بین نخست وزیری عراق و سفارت فاشیسم دینی حاکم بر ایران و نیروی تروریستی قدس برای حمله به اشرف در ساعت 4 بامداد به وقت محلی، ساعت 1 به وقت گرینویچ صورت گرفت. حمله جنایتکاران به اشرف در ساعت 4:45 دقیقه بامداد به وقت عراق با گردانهای زرهی، تکاور، پیاده، پیاده مکانیزه، مهندسی و گردانهای واکنش سریع و ضد شورش شروع شد. جنایتکاران مهاجم با باز کردن سیاج شمالی و شرقی اشرف با گردان مهندسی از در شمالی وارد اشرف شدند و با نارنجک و گاز اشکاور و ماشین آب پاش به مجاهدان اشرف که به این اقدامات جنایتکارانه اعتراض کردند حمله بردند. دستور نهایی حمله از سوی مالکی صادر شد. 8. با شروع حمله جنایتکارانه به دستور مالکی، خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت با درود به پایداری مجاهدان اشرف، مسئولیت دولت و نیروهای آمریکایی را که با یکایک مجاهدان اشرف موافقتنامه امضا کرده و در ازای گردآوری سلاح‌ها متعهد به حفاظت از آنها شده بودند قویاً خاطر نشان کرد و از رئیس جمهور و وزیر خارجه آمریکا و دبیر کل و شورای امنیت ملل متحد خواست بلادرنگ از ادامه حمله جنایتکارانه ممانعت کنند و نیروهای سرکوبگر عراقی از اشرف خارج شوند. نیروهای جنایتکار مهاجم از همان شروع حمله به روی مجاهدان اشرف آتش گشودند. مالکی نخست وزیر جنایتکار عراق به دستور خامنه ای ولی فقیه خونخوار ارتجا دست به جنایت بی سابقه ای در اشرف زد و نیروهای تحت امر او با کلت، تفنگ‌های خودکار و تیربار خودروهای زرهی آتش گشود و به کشتار مجاهدان اشرف پرداختند.